حضرت مولانا می‌فرماید مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از این که خدا هست در اندیشه ما. تناقضات و عدم انطباق فرمان قرائت شده در مجلس اصفهان با دستخط مبارک دکتر نورعلی تابنده. روز 15 شهریور ماه آقای حسین علی کاشانی، یکی از مأذونین سلسله گنابادی، با حضور در مجلس اصفهان به منظور بازگشایی مجالس استان اصفهان فرمانی را قرائت می کند که بنابر ادعای ایشان گفته می شود این فرمان به تاریخ 12 شهریور ماه توسط مولای معظم حضرت آقای مجذوب علی شاه صادر گردیده و بر اساس آن شخصی که پیشتر یکی از مجازین اقامه نماز در استان اصفهان بوده به سمت خود ابقا می گردد. پس از قرائت فرمان منتسب به حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه در مجلس اصفهان، با پیگیری و درخواست جمعی از فقرا در تاریخ 18 شهریور ماه، کانال تلگرامی مزار بیدخت اقدام به انتشار دو متن از فرمان منتسب به حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده می کند. نسخه نخست دستخط مبارک حضرت آقا و نسخه دوم متن تایپ شده دستخط ایشان. در اینجا فقرا با 4 سند مواجهند. 1. فایل صوتی آقای کاشانی در مجلس اصفهان. 2. متن تایپ شده از فایل صوتی آقای کاشانی. 3. دستخط مبارک حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه. 4. متن تایپ شده دستخط مبارک حضرت آقای مجذوب علی شاه. در این برنامه سعی داریم به تناقضات و ابهامات موجود در متن تایپ شده منتشره روی کانال تلگرامی مزار بیدخت از فایل صوتی آقای کاشانی و متن قرائت شده توسط آقای کاشانی که فایل صوتی آن موجود است و دستخط مبارک دکتر نورعلی تابنده و متن تایپ شده از روی دستخط مبارک ایشان جهت روشنگری مخاطبان بپردازیم. تناقض اول، عدم انطباق دو متن تایپ شده و فایل صوتی آقای کاشانی با دستخط دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه. آقای کاشانی در فایل صوتی منتشره در مجلس اصفهان از شخصی به نام کیومرث ستار نام میبرند. در متن تایپ شده از روی فایل صوتی قرائت شده توسط آقای کاشانی از شخصی به نام کیومرث ستار نام برده میشود. در متن تایپ شده از روی دستخط حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه هم از شخصی به نام کیومرث ستار نام برده میشود. تا اینجا همخوانی میان فایل صوتی آقای کاشانی و متن تایپ شده از سخنرانی ایشان و متن تایپ شده از دستخط مبارک حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده موجود است. برادر مکرم آقای کیومرث ستار، اما در فرمانی که به دستخط مبارک دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوب علی شاه آمده نوشته شده کیومرث صفار. در مورد این عدم انطباق دو فرضیه محتمل است. اولا اگر این اشتباه را حمل بر لغزش دست حضرت آقا دانست، چطور می شود که ایشان برای نگارش عدد 121 یا 221 هم قادر به نوشتن عدد 1 هستند و هم قادر به نوشتن عدد 2؟ دوماً آیا اساساً حضرت آقا شخصی به نام کیومرث ستار را می‌شناسند که در این صورت چرا در فرمان خطی ایشان از شخصی به نام کیومرث صفار نام برده شده است؟ آیا چنین شخصی در سلسله با این مشخصات در مجلس اصفهان در آن تاریخ مشخص وجود خارجی داشته یا خیر؟ تناقض دوم، بی‌اعتنایی آقای کاشانی و تایپیست های ایشان به فرمان دستخط حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه. دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه در حالی که هم قادر به نوشتن عدد 1 هستند و هم عدد 2، در فرمان خطیشان مرقوم فرمودند 221. چطور می شود که در متن تایپ شده دستخط ایشان را اصلاح و 121 تایپ می کنند؟ آیا همین امر را نمیتوان اسباب بی‌اعتباری متون تایپ شده منسوب به ایشان قلمداد کرد؟ چرا وقتی حضرت آقا می‌نویسند کیومرث صفار، آقای کاشانی کیومرث ستار می‌خوانند؟
چرا آقای کاشانی این جمله حضرت آقا را قرائت نمی کنند؟ در جامعه فقری می دانیم که فرامین بزرگان تا چه اندازه حائز اهمیت است. آیا اقدام آقای کاشانی را بی‌اعتنایی نسبت به فرامین حضرت آقا نمی توان تلقی نمود؟ شاید آقای کاشانی با بی‌اعتنایی به فرامین حضرت آقا معتقدند که ایشان خدای ناکرده اشتباه می کنند و غلطی چیزی را مرقوم می فرمایند. تناقض سوم. در فایل صوتی آقای کاشانی قرائت می کند: و هر وقت شما از اقامه نماز معذور بودید، در حالی که در متن منتشر از دست خط حضرت آقا آمده است هر وقت شما در انجام وظیفه معذور بودید. در فایل صوتی آقای کاشانی قرائت می کند: و اگر تغییر لازم باشد، در حالی که در متن منتشر از دست خط حضرت آقا آمده تغییر لازم دیده شد. تناقض چهارم. در فایل صوتی آقای کاشانی میگوید محل امضای مبارک، بعد اضافه میکند که این نامه سه امضا دارد. محل امضای مبارک این مرحومه سه امضا دارد. در حالی که دست خط حضرت آقا دو امضا و یک پاراف دارد، که باز هم این موارد تفاوت‌هایی با امضاهای مسلم و صدوری که حضرت آقا جهت پاراف به کار می‌برند دیده می‌شود. حال چطور می‌شود که با وجود چنین تناقضات و ابهامات فاحشی میان اصل دستخط حضرت آقا و نسخه تایپ شده چنین متن مورد مناقشه‌ای، این متن را بتوان به عنوان فرمان جانشینی قلمداد کرد؟ امری که اشخاصی نظیر آقای کاشانی با مکس هنگام قرائت بیانیه بر آن تاکید می‌ورزند. آقای جزوی ثابت علی شاه خواستان که آقای کاشانی ضمن قرائت تاکید بر لقب ثابت علی شاه دارند تا بدین ترتیب این ذهنیت را برای فقرا ایجاد کنند که این فرمان بیش از آن که یک فرمان ابقاء اقامه نماز برای یکی از مأذونین باشد، بیشتر یک فرمان جانشینی است، تا این شائبه را در اذهان فقرا ایجاد نمایند که جناب آقای مهندس سید علیرضا جزبی بدون حصول شرایط مشروط جانشینی اختیار امور را در دست گرفته و به جای حضرت آقا اقدام به صدور حکم می کنند. به ویژان که پس از قرائت فرمان منتسب به حضرت آقا، دو بیانیه از سوی آقای علیرضا جزبی خطاب به آقای کاشانی، یکی توسط شخص آقای کاشانی و دیگری توسط یکی از فقرای اصفهان در مجلس قرائت می شود، تا این ذهنیت را برای فقرای سلسله جلیل القدر گنابادی ایجاد کنند که آقای جزبی امور را به جای حضرت آقا در دست دارند، در حالی که در دوران بازداشت خانگی حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه مشروعیت آقایان را مستلزم به تحقق شرط نمایندگی آقایان خمسه کرده، هر پنج نفر با همدیگر، و هرگز نظر یک نفر از ایشان را جایگزین نظر خودشان ندانستند. من خودم گاهی اوقات که تصمیم ایشان، تصمیم آنها با تصمیم من مخالف بود، من تصمیم اونها رو تأیید میکردم. این از که تصمیم در تجمعی اونها رو تأیید کنید. این گمان میرود که پس از قرائت بیانیه منصوب به حضرت آقا در مجلس اصفهان توسط آقای کاشانی و تأخیر 6 روزه در انتشار دستخط مبارک حضرتشان بر روی کانال تلگرامی مزار بیدخت، حضرت آقا با توجه به شرایط حصر و بازداشت خانگی، دال بر عدم اراده آزاد حضرتشان از روی متن تایپ شده، دستخط مبارک را مرقوم و کپی برداری فرمودند که در این صورت اصل این سند فاقد اعتبار است، چون بیانگر اراده آزاد حضرت آقا نیست. علت اهمیت بررسی چنین متنی که بیشتر یک فرمان ابقاء اقامه نماز جماعت است تا یک فرمان جانشینی که آقایان می‌خواهند به فقرا تحمیل کنند در چیست؟ چه کسانی تلاش می‌کنند با قرائت یک بیانیه مخدوش ابقاء اجازه نمازی با درج لقب ثابت علی شاه و پیوند آن به بحث جانشینی آقای جزبی در سخنرانی 1 تیر ماه حضرت آقا
آقای جزوی را جانشین حضرت آقا در انظار عموم فقرا جا بزنند. اهمیت بررسی موشکافانه دستخط مبارک حضرت آقا در درج لقب ثابت علی شاه منتسب به آقای سید علی رضا جزوی است که آقای کاشانی با قرائت آن در حسینیه اصفهان سعی دارند اینطور وانمود کنند که آقای جزوی بدون تحقق شرط مورد نظر پیر بزرگوار جانشین بالفعل دکتر نورعلی تابندند، در حالی که شرایطی را که حضرت مجذوب علی شاه بر اساس آن آقای جزوی را جانشین مشروط خود دانسته بودند به الطاف خداوندی هرگز محقق نگردیده است. پیشتر دکتر نورعلی تابنده در تاریخ 1 تیر ماه 1397 در یک سخنرانی در جمع آقایان خمسه در دولت سرای محل سکونتشان فرمودند: اگر در این شرایط فعلی مرحوم شدن، ایشون جانشین من خواهند. بنابراین از سوی دیگر در همان روز 15 شهریور ماه دو بیانیه منصوب به آقای سید علی رضا جزوی به تاریخ 14 شهریور در مجلس اصفهان، یکی توسط آقای کاشانی و دیگری توسط یکی از فقرا قرائت می‌گردد که هر دو به امضای آقای جزوی رسیده است. نکته قابل تأمل آن که اگر در تاریخ 12 شهریور ماه حضرت آقا با درج دستخط مبارکشان آقای جزوی را به لقب ثابت علی شاه مفتخر فرموده‌اند، چرا در نامه تایپ شده به امضای آقای جزوی ایشان خود را هنوز ثابت علی دانسته؟ در اینجا باز دو احتمال مطرح می‌گردد. اولاً مهندس سید علی رضا جزوی از اعطای چنین لقبی از سوی حضرت آقای مجذوب علی شاه بی اطلاع بودند که در این صورت شائبه نگارش دستخط مبارک بعد از درخواست عموم فقرا برای انتشار فرمان ایشان توسط مزار بیدخت در تاریخی پس از 15 شهریور ماه و خارج از اراده آزاد آن حضرت بوده است. دوماً آقای جزوی علارغم اطلاع از دستور صریح حضرت آقا با دستخط مبارک از اعطای لقب شاهی امتناع ورزیدند. سردرگمی فقرا: اگر دستخط مبارک با درج لقب شاهی برای آقای سید علیرضا جزوی به منزله یک فرمان جانشینی قلمداد شود، چرا فرمان به این مهمی باید در یک فرمان ابقا و تعیین مجازین نماز صادر گردد؟ آیا می توان تصور کرد یک فرمان جانشینی در یک فرمان مخدوش با تناقضات فاحش منتشر شود؟ چرا فرمانی با چنین اهمیتی دارای چنین تناقضات و ابهامات آشکاری است، حتی اگر از لقب شاهی صرف نظر شود؟ آیا فرمان ابقای اجازه اقامه نماز برای شخصی به نام کیومرس صفار که اصلا در آن تاریخ مشخص در مجلس اصفهان وجود خارجی نداشته اعتبار اصل این نوشته را مخدوش نمی کند؟ آقای جزوی چه جایگاهی در سلسله دارند؟ اگر تلاش می شود که ایشان به عنوان جانشین حضرت آقا به فقرا تحمیل شوند، که در این صورت چرا حضرت ایشان موضوع جانشینی را مشروط فرمودند؟ اگر لقب شاهی اعطا شده را با تمامی نواقص مذکور بپذیریم، چرا شخص مهندس سید علی رضا جزوی در نامه خود خطاب با آقای کاشانی به تاریخ 14 شهریور ماه از پذیرش چنین لقبی دو روز پس از دستخط مبارک حضرت آقا امتناع ورزیدند و امضای خود را با لقب ثابت علی به ثبت رساندند؟ چطور می شود که آقایان کاشانی و جزوی با ایجاد سلسله‌ای مطلوب نظر مسئولین امنیتی انتظامی موفق به بازگشایی مجالس فقری می شوند، اما وقتی دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه در سخنرانی تاسوعای حسینی در حسینیه حائری صراحتاً امر به بازگشایی مجالس می کنند و اختیار امور را خود به دست می گیرند، اشخاصی مجهول الهویه با انتشار بیانیه های مشکوک بر روی کانال تلگرامی مزار بیدخت که قرار بود پایگاه رسمی سلسله برای انتشار منویات حضرت آقای مجذوب علی شاه باشد، اطلاعیه مبنی بر بسته شدن حسینیه حائری در دوراه مهندس می دهند. اکنون که این حسینیه بازه، نه آمدین برای چی؟ اون عرف تمامه.
آیا همه این پرسش ها شائبه ایجاد یک درویشی حکومتی توسط برخی آقایان در سلسله برای خوشایند مقامات حکومتی در برابر جایگاه شامخ قطب جلیل القدر سلسله حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه را در اذهان جامعه فقری ایجاد نمی کند؟ تکلیف فقرا چیست؟ تکلیف فقرا را حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه در دو سخنرانی به تاریخ 28 و 29 شهریور ماه سال جاری مشخص کردند. ایشان در مراسم تاسوعای حسینی با حضور در حسینیه حائری به تاریخ 28 شهریور ماه اظهار داشتند. این وظایف اضافه بر وظایف عمومی فقری به این تعیین وقت سپارش شده بود، اکنون که این حسینیه باده نه آمدین برای چی؟ اون حرف تمامه. همطور زنده هم که خوب هم اولا گفتم خداوند یه وظیفه به گردن گذاشته که نه استعفا داره نه فراموشی داره، بنابراین از حالا فکر این که بعد از من کی خواهد شد، همون کسی فکر میکنه معلوم نیست بعد از منی باشه زنده باشه، هیچ این فکر را نکنی، همین لحظه رو غنیمت بدونید.